این بار در مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه امیرکبیر مشکلی زیست محیطی توجه دو دانش آموخته دکترای نساجی و شیمی را به خود جلب کرده است. حدوداً 10 میلیون قطعه گلدان پلاستیکی یا سفالی، البته بیشتر پلاستیکی، برای زیباسازی شهر استفاده میشه، به خصوص در ایام نوروز. بنابراین یکی از دغدغه‌های ما این شد که پلاستیکی تولید کنیم که وقتی گل یا نهال درش کاشته میشه یا همراه گلدان وارد خاک بشه یا اینکه وقتی از گلدون جدا میشه خود گلدون دیگه ضایعات آسیب پذیر به محیط نباشه و به راحتی به محیط زیست تبدیل بشه. راه حلی بومی برای حل این مشکل. ما توی این کامپوزیت های زیست تخریب پذیر از گیاهان بومی ایران سعی کردیم استفاده کنیم. گیاهانی که الان استفاده نمیشن. مثلا این گیاه مال خطه شمال هست. این اسمش یوفاه، این نوع کنف هستش و این استبرق که برای استان سیستان و بلوچستان هستش. توی رزین این کامپوزیت از این مواد استفاده میشه که ما تو خونه نگهداری میکنیم چون از سلامتش کاملا مطمئنیم. مثلا این نشاسته است. گران روی مواد طبیعی به اندازه این مواد نفت پایه نیست. این گروه در این بخش نوآوری به خرج داده است. ناولیتی کار ما فرایند پذیری نشاسته و سایر رزین های طبیعی بود که ما مورد استفاده قرار میدیم. اینها گرانول های متفاوتی هست که ما با همکاری کارشناسان دانشگاه پلیمر دانشگاه امیرکبیر تولید کنیم. خب خیلی جالب به نظر میرسه. غیر از گلدون چه کاربرد دیگه میتونه داشته باشه؟ ما در برنامه‌مون این هستش که به عنوان فوم های زیست تخریب پذیر از این استفاده کنیم، یعنی جایگزین یونولیت ها، همچنین در MDF ها ازش استفاده کنیم که MDF ها گازهای سمی تولید میکنن. برای در واقع سیستم بسته بندی به جای کارتون و مثلا کارتون هایی که برای قطعات الکترونیکی استفاده میشه، اونها یا پلاستیک ها یا فوم ها، این ماده رو طراحی کردیم. توش ما قبلا گیاه کاشته بودیم، گیاهی که دوره عمرش تموم شد اینو گذاشتیم برای نمونه نشون بدیم که داره در حال تخریبه. بسته به اینکه در واقع مصرف کننده چه کاربردی میخواد، ما میتونیم شکل متفاوتی براش تولید بکنیم. خب خانم دکتر، الان تو چه مرحله ای هستی؟ ما در مرحله صنعتی سازی این پروژه هستیم. تا به اینجا رسوندنش ما احتیاج به کارگاه‌هایی داشتیم که گرانول این کامپوزیت رو تولید بکنیم. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به صفحه پرنیان نقطه گیاه سازه مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.